شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. جناب آقای دکتر میلانی، شبتون خوش. قربان شب شما و شنوندگان عزیزتون، خوب و خوش و خوش سلامت. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر میلانی، بفرمید که در سیر در این اسناد منتشر شده از سوی ویکیلیکس، اسناد تازه‌ای درباره ایران، انقلاب ایران و شخصیت‌های ایرانی، شخصیت‌های جمهوری اسلامی، تماس‌های مجامع روحانی اون دوره رو، یعنی زمستان سال 57 رو با مقام‌های امریکایی، اگر در اسنادی آمده تشریح بفرمایید. بله، اسناد اون دسته که تا به حال در اومده خیلی گویای این هست که هم در تهران اینها تماس گسترده داشتن، هم در پاریس، و هم این تماس ها در واقع در چند سطح مختلف هست که بایستی بهش توجه کرد. یعنی یکی تماس های خودشونه، یعنی تماس های خود آخونده است، و یعنی در همین راستا این واقعیت که خود مثلا آیت الله خمینی داوطلب تماس با آمریکا میشه در پاریس، و آمریکایی ها هستن که مدتی طول میکشه براشون برای اینکه تصمیم بگیرن این کار رو انجام بدن یا نه، و بعد تصمیم میگیرن که تماس برقرار بکنن. دو، تماس های طرفداران ایشون هست در تهران با سفارت آمریکا. سه، که به نظر من به همین اندازه مهم هست، تماس هایی است که طرفداران غیر روحانی ولی مذهبی اون زمان، یعنی نیروهای مثل بازرگان، مثل چندین نفری که در ایران با اینها تماس داشتن و چندین نفری که در فرانسه با اینها تماس داشتن و بعضی از اونهایی که از قدیم با اینها تماس داشتن، یعنی واقعا قدزاده از 1961 اسنادش هست که با اینها تماس داشت. زمانی نیست که تماس جاسوسی داشت، ولی اینکه تماس داشتن با سفارت، با وزارت امور خارجه، با وزیر دادگستری اون زمان آقای کندی رابطه خیلی خیلی نزدیک داشت. من این نامه یک سناتوری رو که به کاخ سفید می نویسه و شکایت میکنه از تماس بابی کندی با صادق قدزاده، نامش خیلی خیلی جالب هست، به تفصیل در کتاب نقل کردم، در کتاب شاه. ولی سوای این ستا، یه عامل دیگه هم اون مذاکراتی است که بعضی از نیروهای غیر مذهبی مثل سران جبهه ملی، مثل نیروهای مستقل ملی اون زمان، یا حتی برخی از کسانی که زمانی جزو مدافعین شاه بودن، کسانی بودن که از قبل شاه ثروتمند شده بودن، اونها وقتی که میرفتن با سفارت صحبت میکردن، اون چی که در مورد تشیع میگن، اون چی که در مورد خمینی میگن، اون چی که در مورد برنامه های مذهبیون در ایران میگن، نقش بسیار بسیار مهم میداره در اینکه اینها در واقع فریب رو بخورن. و آقای سالیوان اون گزارش کذایی خودش رو بنویسه که آیت الله خمینی میخواد در ایران دموکراسی بیاره، و اینکه این مخالف دموکراسی است، دروغی است که در واقع شاه به خورد ما داده، آقای سالیوان مینویسه. در نتیجه مطالعات دو روزشون به این کشف جدید رسیدن. ولی اگر نخواهیم همه کاسه گذر سر جهل سالیوان بشکنیم، و واقعا آدم جاهلی بود و واقعا اطلاعات بسیار اندکی داشت و واقعا با یک غرور شگفت‌انگیزی در مورد مسائلی که خیلی کم در موردش میدونست حکم صادر میکرد، عمد و قصد نداشت؟ قصد و عمد و برام خیلی سخت آدم پیدا بکنه، یعنی تا خودشو اون شخص رو جزئیات زندگیشو ندونه نمیتونه بگه که آیا این به عمد این تظاهر رو به جهل رو میکرد یا واقعا جاهل بود. من برام سخته، ولی بدون شک ببینید، اگر فقط سالیوان این رو نوشته بود
و هیچ پیش زمینه ای نداشت، آدم میتونست خیلی با قاطعیت بیشتری بگه که بله این عمد داشت و میخواست یه سودای شخصی بود برای اینکه آخوند داره بیاره سر کار. ولی وقتی که ببینید آقای میناچی میره باش صحبت میکنه، آقای بهشتی میره باش صحبت میکنه، نمیدونم دوستان آقای بازرگان باش صحبت میکنن، طرفداران جبهه ملی باش صحبت میکنن، سنجابی باش صحبت میکنه، همه یه چیزو میگن. وقتی که روشنفکران دیگری که میان بهش میگن آقا برو جلال آل احمد رو بخون، آل احمد رو میخونه، ولی وقتی که شریعتی رو بهش میدن و شریعتی رو میخونه، خب وقتی که ترکیب اینا رو میذارید کنار هم میبینه که چطور اینها این توهم رو تونستن به راحتی بهش دوچار بشن و بعد چطور و چرا وقتی که در همون زمان روحانیون واقعا میهن پرستی مثل آیت الله شریعت مداری با سفارت تماس میگیرن و میگن که این راهی که شما دارید میرید به استبدادی بدتر از هر آنچه که الان هست در ایران خواهد انجامید که شما نمیشناسید، من آیت خمینی رو میشناسم، چرا به حرف اون گوش نمیدن؟ میدونید چرا دربار نمیتونه به حرف اون گوش بده؟ برای اینکه اون ابایی از اینکه حرفاشو در خلوت بزنه نداشت، ولی میگفت که من در جلبت اگر بزنم هر گونه امکان نفوذی رو از دست میدم، ولی در خلوت میگفت که این راهی که شما میرید واقعا فرجام خوشی نداره. یعنی وقتی که از جبهه ملی بگیرید تا طرفداران بازرگان تا روحانیون تا به اصطلاح روشنفکرای اروپا دیده یا آمریکا دیده، در آمریکا یا در پاریس دائم تو گوش آمریکایی‌ها میکنن که اونچه که شما در مورد ارتجایی بودن آقای خمینی شنیدید اینها دروغ‌های شاه، اینها عناد شاه، اینها توجیه استعمار استبداد فلانه، اینا رو آسان‌تر میتونستن به قبولونن. بعد یه دلیلی که آیت الله خمینی میتونست بگه که تو پاریس مثلا وقتی که آمریکایی‌ها ازش میپرسن خب شما چه نوع حکومتی میخواید ایجاد بکنید، جوابی که میده، من این جوابش هنوز پیدا نکردم ولی خلاصه‌ای که از اون جواب تهیه شده رو پیدا کردم، میگن که جواباش مثل هر رهبر جهان سومی دیگره. واضحه که هیچ صحبتی از ولایت فقیه نیست. دلیلی که هم آمریکایی ها هم روشنفکران ایرانی اکثریت تقریبا بی استثناشون بجز کسانی مثل بختیار، مثل دکتر رحیمی، مثل خانوم همشایی، مثل شما، اینایی که جرأت کردن در اون زمان، مثل دکتر صدیقی که واقعا متوجه بودن و حرف دادن و جرأت داشتن، ولی حرفشون شنوایی نداشت. یه دلیل دیگه سوای عواملی که گفتم اینه که برای 15 سالی که آقای خمینی در تبعید بود کتاباش در ایران ممنوع بود، کتاب حکومت اسلامیش ممنوع بود، کشف الاسرارش ممنوع بود. من گمانم این است که اگر اینها آزاد بود، اگر اجازه داده میشد که اینها رو نقد بکنن، اگر اجازه داده میشد که مردم بیان بگن این تز چیه، حرف اساسی این کتاب چیه، ببینید وقتی کتاب ممنوع میشد خب خودش اصلا همون ممنوعیتش بهش یه حالت رومانسی میداد. ولی اجازه این که این کتاب بحث جدی بشه به خاطر سانسور، به خاطر فشارهای ساواک داده نمیشد و نه تنها داده نمیشد بلکه میبینیم از اون طرف تو دهه 60 و دهه 70 ساواک حتی فشار میاره برای اینکه نیروهای اسلامی تقویت بشن، برای اینکه تو دانشگاه ها مسجد ساخته بشه. دانشگاه تهران مسجد نداشت وقتی رضا شاه دانشگاه تهران رو انداخت. مسجد دانشگاه تهران رو در اون زمان محمد رضا شاه ساختن و توی دانشگاه آریامهر حداد عادل رو و آقای پورجوادی رو
دکتر نصر آورد و گفت کلاس های اسلامی در دانشگاه شریف بذارید، برای اینکه همون کاری که در دانشگاه تهران کردن داشتن در شریف میکردن اونجا. خب به خاطر شخص آقای نصر این با شدت بیشتری انجام میشد. ولی در جاهای دیگه هم در دانشگاه مشهد خاطرات آقای دکتر متینی رو بخونید، ببینید چه جوری شریعتی رو به دانشگاه واقعا تحمیل کردن. یعنی از یه طرف یه دهی با سفارت تماس داشتن، با دولت آمریکا تماس داشتن، دائم در گوش دولت آمریکا میخوندن که آقای خمینی یه